سی‌ویکمی نشست کمیته شیلات سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو با حضور بیش از 110 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در مقر این سازمان در رام آغاز شد. صید و صیادی، آبزی پروری، تجارت بازار آبزیان و مقابله با صید غیرقانونی از جمله محورهای نشست پنج روزه است. حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با بیش از 800 هزار تن تولید آبزیان رتبه سیوم را در بین 180 کشور جهان به خود اختصاص داده است گفت. جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه گذشته اقدامات موثری در توسعه شیلات داشته، هم در دریای عمان، خلیج فارس و هم بحث آبزی پروری، به طوری که مصرف سرانه آبزیان از 1 کیلوگرم به بیش از 7 کیلوگرم افزایش پیدا کرده. ما با توجه به محدودیت آب، توسعه پرورش را در آینده روی موضوع مربوط به پرورش در قفس تمرکز کردیم و از برنامه‌های مهم توسعه‌مون در آینده است که بتوانیم با کشورهای صاحب نام تو این مدت تبادل داشته باشیم. با توجه به اینکه خاویار دریای خزر متاسفانه رو به تقریبا نابودی رفته، ما توجه به پرورش ماهی خاویاری و برای حفظ برند خاویار ایران به طور جدی دنبال میکنیم و قدم‌های موثری برداشتیم. سال گذشته هم بیش از 1 تن خاویار پرورشی به دنیا صادر کردیم. رئیس سازمان شیلات کشورمان همچنین با اشاره به برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه پرورش آبزیان گفت نشست زیر کمیته آبزی پروری فاو در دوره آینده در ایران برگزار خواهد شد. نشست کمیته شیلات فاو هر دو سال یک بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو این کمیته در مقر این سازمان در رام برگزار می شود. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، رام.